گزارش تازه سازمان عفو بین الملل از جنایات جنگی ارتش اسرائیل در حملات ماه اوت سال گذشته حکایت دارد. این سازمان غیر دولتی در گزارش تازه خود به وقایعی اشاره کرده که در 4 روز نخست ماه اوت گذشته در بخش جنوبی نوار غزه روی داده است. حملات هوایی و زمینی اسرائیل به رفح تنها در 1 روز به کشته شدن 135 غیر نظامی انجامید. یک مسئول عفو بین الملل میگوید این یکی از مرگبارترین حملات ارتش اسرائیل در طول جنگ 50 روزه سال گذشته بوده است. ارتش اسرائیل با قوی ترین قدرت آتشباری حملات گسترده‌ای بر روی رفح انجام داد که طی آن شمار بسیاری از غیر نظامیان در 1 روز جان خود را از دست دادند. عفو بین الملل برای تهیه این گزارش از یک گروه تحقیقاتی در لندن به نام فورنسیک آرکیتکچر نیز بهره برده است. کارشناسان این گروه الگویی سه‌بعدی از شهر رفح را تهیه و به تجزیه و تحلیل مشاهدات عینی و نیز صدها عکس، ویدیو و تصاویر ماهواره‌ای پرداختند. کار ما به نوعی کاراگاهی معماری است. آنچه ما انجام می‌دهیم این است که وارد مناطق جنگی می‌شویم و در شرایطی که به حقوق انسان‌ها تجاوز شده و جنایات جنگی روی داده، نشانه‌ها و آثار خشونت را بر روی ساختمان‌ها رصد می‌کنیم. گزارش عفو بین الملل با واکنش حماس و مقامات اسرائیلی مواجه شده است. سخنگوی حماس میگوید شواهد و مستندات موجود باید هرچه سریعتر به دادگاه کیفری بین المللی و دادگاه‌های ملی ارائه شود تا اقدامات تنبیهی لازم بر ضد اشغالگران اسرائیلی اتخاذ گردد. و اما واکنش سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل. به اعتقاد ما این گزارش به خصوص روش تحقیق و نتیجه گیری آن کاملا نادرست است. گزارش به یک منطقه مشخص از غزه محدود شده و اعلام می کند اسرائیل بدون هیچ دلیلی به آنجا حمله کرده، در حالی که این منطقه بخشی از مکانی بود که جنگ در آن جریان داشت. جنگ 50 روزه سال گذشته در نوار غزه حدود 2000 کشته در میان فلسطینیان بر جای گذاشت. بیش از 500 تن از قربانیان فلسطینی را کودکان تشکیل می‌دادند. تل‌آویو نیز تعداد کشته شدگان اسرائیلی را در این نبردها 73 تن اعلام کرد.